با همکارم احمد سمدی از برلین همراه هستیم احمد خوب میدونیم که آخرین نشست فصلی شورای حکام آغاز شده موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی هم در دستور کار قرار داره گفته شده تهیه پیشنویس قطرامی علیه تهران هم به جریان افتاده جزیتو از تو بشنویم بله خب نشست شورای حکام بر اساس اون تقویمی که در وبسایت آژانس بین الملل انرژی اتمی هست از امروز شروع میشه ولی ظاهرا امروز و فردا رو به موضوعات داخلی خودشون اختصاص میدن و چهارشنبه پنجشنبه و جمعه هم به موضوعات بین المللی که خب هم جمهوری اسلامی در این برنامه هستش کره شمالی سوریه و دیگر برنامه ها اون چه که در خصوص ایران میدونیم خب اول در برنامه هسته ای ایران رو بر اساس انتباق و اون با قطنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و همچنین برجام بررسی خواهند کرد و در ادامه هم انتباق اون رو با معاهدات عدم اشاره هسته یا همون امپیتی و پادمان های آژانس. اما خب همونطوری که خب در خبر هم بود کشورهای اروپایی ظاهرا از هشدارهایی که پیش از این به جمهوری اسلامی داده بودند نتیجه نگرفتند و علارغم سفر آقای گروسی به ایران و قول هایی که مقامات جمهوری اسلامی دادن برای همکاری ظاهرا کشورهای اروپایی قانع نشدن و به دنبال این هستن که قطنامه رو هم به جریان بیاندازن و هرچند که دیدیم امروز یک بار دیگه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید میکنه که باید از فعالیت های جمهوری اسلامی تقدیر بکنه آژانس دیدیم که مخالف اون رو آقای گروسی در تهران مطرح کرد و در اونجا خطاب به خبرنگاران و خبرنگارانی که حکومتی بودن این سوال رو مطرح کردن و و به طور کلی مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که همکاری اونها با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس تعهدی هستش که به پیمان عدم اشای هسته ای دادن و بنابراین آژانس جایزه نمیده به خاطر اینکه از ایران داره بازرسی میشه و بنابراین به نظر میرسه که این اتفاق میفته و حالا در واقع گزارشی رو آقای گروسیز به, به اعضای شورای حکام میده و بر اساس اون اعضای شورای حکام تصمیم گیری خواهند کرد اما اینکه خب قطنامه ارائه شده گفتن شورای حکام به جریان افتاده و به نظر میاد که لحن بسیار شدید شدیدی هم داره نسبت به عدم همکاری جمهوری اسلامی که مربوط میشه به سایت های هسته اعلان نشده و همچنین مسائل پادمانی که بین ایران و آژانس مطرحه احمد مقام های جمهوری اسلامی تهدید کردن هر قطنامه رو پاسخ بهش خواهنداد. چه اقداماتی ممکن از سوی انجام بشه بله خب مقامات جمهوری اسلامی در همان موقع که آقای گروسی در ایران بود و مطرح شد که قرار هستش که قطنامه ای در شورای حکام مطرح کنن تهدید کردن که اقدام متقابل رو انجام خواهند داد بسیاری از حتی نمایندگان پارلمان که تندروها هم هستن معمولا حتی ناراحت شدن که آقای گروسی رو مقامات جمهوری اسلامی بردن و تاسیسات فرده و نتنز رو بهش نشون دادن و حالا این موضوع مطرح کردن یعنی که باید دکترین هستی رو هم تغییر بدن اما اونچه که مربوط میشه به موضوع قطنامه طبیعتا چند تا اقدام رو جمهوری اسلامی میتونه انجام بده که حتی دیدم برخی از رسانه‌هایی که مرتبط هستن با سپاه پاسداران این اینو مطرح کردن که چون میدونن که احتمالا قطنامه صدورش احتمالا قطعی خواهد بود گفتن که اقداماتی رو از پیش انجام بدن شاید ممکنه همین فردا اعلام بکنن که یک کاری رو انجام بدن مقامات جمهوری اسلامی اما دو تا کار رو میتونن انجام بدن یکی اینکه که میتونن سطح بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی رو کاهش بدن مثلا بگن که تعدادی از بازرسان نمیتونن در ایران باشن یا دست سطح دسترسی بازرسان رو کاهش بدن یا دوربین هایی رو که هست رو میتونن خاموش بکنن و موضوع دوم هم افزایش مقدار غنیسازی هستش که پیش از این هم این کارو انجام دادن ایران تعداد زیادی از سانتریفیوژهای پیشرفته رو از پیش نصب کرده به اونها گازدهی نکرده بود و ممکن هستش که اعلام بکنن که گازدهی به این ها شروع میشه و مقدار قنیسازی 60 درصدی خودش رو میتونه جمهوری به بالا ببره